وزارت ترانسپورت و هوانوردی در برنامه گزارشدهی دستاوردهای یک سال گذشتهش میگوید که قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی زمینه کار را به باشنده های کشور فراهم کرده است و گفتگوها درباره واگذاری آخرین بخش میدانهای هوایی کشور جریان دارد. مذاکرات در بخش ارائه خدمات معیاری و مدیریت کنترل حریم هوایی با بعضی کمپانی های دیگر در جریان است. معین پالیسی مسئولیت و تفتیش هوانوردی این وزارت میگوید که پیشنویس برخی اسناد را که در مسئولیت پرواز و عملیات هوانوردی کمک میکند آماده کرده است. بر بنیاد آمارهای وزارت ترانسپورت و هوانوردی در یک سال گذشته بیش از 15,000 پرواز عبوری از فضای افغانستان انجام شده که در نتیجه بیش از 10 میلیون دلار به افغانستان درآمد داشته است. با امی تفاهم نامه پروازهای داخلی ما به صورت مسئولش انجام شود و در حدود 1600 بیشتر از 1600 پرواز داخلی ما داشتیم که بالغ بر 164,899 مسافر تانستیم که ما حمل و نقل بکنیم در داخل کشور. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگویند که از یک سال به این سو یک مقدار مهمات، مواد مخدر، پول نقد و طلا در میدانهای هوایی کشور کشف و ضبط شده است. 200 عدد قیمتی توکی، تاریخی اسپانیز سکه چه در اسپ اکثر موزین سیوی وی او ملی موزیم تا لیجده ول سیوی دی. 15.9 گرام سر زر. دا کشف سوی دی او ضبط سوی دی. پس از سقوط نظام جمهوری پرواز شرکت های بزرگ هوانوردی به شمول شرکت هوانوردی امارات، فلای دبی و ترکیش ایرلاین به افغانستان قطع شدند و وزارت ترانسپورت میگوید که انتظار می رود این شرکت ها پروازهای خود را به کابل اثر بگیرند.